رونق بندر امیرآباد نسبت به باقی بنادر شمالی کشور بیشتره به خاطر امکاناتش. زبونم بند اومده نمیتونم صحبت کنم. کامیون‌های زیادی که وارد بندر شدن برای حمل کالا از بندر به اقصانقاط ایران. تخلیه بارگیری در حال انجام. خدماتی که در بندر امیرآباد انجام میشه خدمات کالای فلس، کالاهای عمومیه. اسکله کانتینری داریم. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که بندر داره نگهداری و پردازش کالاست در بندر، به خاطر اینکه این بندر در منطقه ویژه اقتصادی قرار داره. اینا همه به برکت وجود بندره و از اون منطقه به برکت وجود دریاست. در اسکله شماره 8 بندر امیرآبادم. اینجا یک کشتی روسی پهلو گرفته و داره کار عملیات تخلیهش رو انجام میده. میخوام ببینم بارش چیه و چطور این عملیات انجام میشه. این عملیات تخلیه توسط این جرثقیل‌های قولاسا انجام میشه. چند نوع عملیات تخلیه داریم که یکی از انواعش همین مکانیزم این جرثقیله. حالا بیایم بریم سر کشتی ببینیم که اصلا این کشتی بارش چیه و قراره که چه مسیری رو طی بکنه تا به دست مصرف کننده برسه. کشتی فله‌بر چند تا انبار دارن. یکی از انباراش رو شما میبینید در انبار بازه و داره عملیات تخلیه انجام میشه. معمولا در این پروسه یک نماینده صاحب کالا وجود داره که فکر میکنم ایشونه. سلام. الان شما مسئولی که کنترل میکنی چه حجم از باری از کشتی تخلیه میشه؟ آمار میگیری؟ توناژش. الان این جوه درسته؟ کل حجم باری که وارد اسکله شده و توی کشتی چقدر؟ توی کشتی حجم بارش 2800. این میبینی مثل یه چنگک عمل میکنه، بهش میگن گراب، میاد داخل انبار یه حجمی از بار رو بر میداره و وارد این حالت قیفی میکنه. اونجا در گراپا باز میشه، بار خالی میشه، از طریق قیف وارد کامیون میشه. اگر یه قسمتی از کشتی رو حجم زیادی از بار ازش بردارم و کنترل نشده باشه و توسط اون بالانس هایی که توسط آبایی که وارد کشتی میشه کنترل نشه، ممکنه که کشتی کنترلش رو از دست بده، چون حجم یک بار در یک قسمتی بیشتره و در جای دیگه کمتره. پروسه کار کردن با این کرین ها و این جرثقیل ها توسط یک نفر اپراتور انجام میشه. من میخوام برم بالا. من یه پله با برم پایین. زیادی اومدم بالا. پیش اپراتوره؟ راننده جرثقیل یا اپراتور؟ اپراتور جرثقیل های گرافین شما؟ جرثقیل موبایلی. ببینم اصلا این چجوری این کار میکنم، چون چهار کار جالبیه دیگه. مثل یه مشت که برمیداری یه بال رو داره تقریبا همین کار رو. من برای اینکه بتونم برسم به اپراتور این جرثقیل باید این پله ها رو برم بالا. البته آسانسوری هم داره که میشه با اون رفت بالا، ولی چون پله هاش جالبتر و جذابتر من پله ها میرم بالا. خب این پله هاییه که من باید برم بالا ازشون. ما خیلی کاری برای خطرناکی میکنیم.
تقریبا پله ها هم تیری که میبینی پله های یه مقداری ترسناک. شما اینجا یه مقداری هست این عملیات تخلیه بارگیری رو دارین میبینید. من هم اینطوری به مسیر خودم ادامه میدم. من رسیدم به نقطه‌ای که میتونم الان برم پیش آقای اپراتور این جلسه. خیلی غولاسا این چقدر بزرگه اینجا معلومه اینجا ماشینی که سری میبینید اینقدر شده به خاطر اینکه دستم کسی به خاطر که اینجا اومدم بالا. خب من خیلی اومدم بالا. الان رسیدم به آقایی که مسئول انجام عملیات تخلیه است از این کشتی روسی که پایین بهتون گفتم. حالا من برم تو. برای حفظ ایمنی این چنگکی ها باید بسته بشه که این دستگاه کار کنه. تا نبندیم دستگاه کار نمیکنه. خب من رسیدم دیگه تقریبا. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. آقا این چه کاریه تو این ارتفاع؟ چه کار عجیبی. چیکار کنیم دیگه؟ کار دیگه. من کفشمو در بیارم. خواهش می‌کنم. خوب هست شما. خب اینا آقا ما از دست بدیم ما همین. خیلی خوش ان شاء الله. جان آقا. من خور ترسیدم بابا. خب. تو ارتفاع چند متری هستی تقریبا؟ اولوش 40 خورده ای میشه. 40 خورده متر از سطح دریا فاصله داریم. بچه های فیلم برداره داره ما صدا برداره من سکته می کنن اساس تو رو خدای در اصلی شما ببینید ارسیده. شما الان با این دوتا جویستیک این جویستیک دارم گراف دارم بار می بندم. خب بعد می کشی بالا. الان این مشنبه هم گذاشیم برای بحث کرونا و اینا. دقیقاً مخواب نیا کنه اگه سرعت بالا بری بز پایین یا کشتی سواخ میکنی یا وایر انقدر شل میکنه که اون سوکت های سر رو بیاره میخوره به گرافه سوکت ها میشکنه تو زاویه 90 درجه این طبعه. آره این الان سطور فقرات همش دقیق درگیر است. بذار من ماساژت بدم. این کشتی 4 تا در انبار داره. 4 تا انبار داره. یه هوی به ترتیب بار خالی میکنه از کشتی مثلا یک دو سه چهار نیست. آره یک دو سه چهار نیست به خاطر اینکه تعادلش به هم میریزه. یه هایی یه حجم باری میمونه سر کشتی یا سینه کشتی بارش تخلیه میشه بعد تعادلش به هم میریزه ممکنه حادثه آفرین بشه. درسته. واسه همین به اول یک رو باز میکنم بعد سه رو بعد دو رو بعد چهار رو. بچه خودتون بشستین من میخوام دستگاه رو شیفت بکنم. بچه شیفت میخوام بشیم. شیفت یعنی چی؟ همین دستگاه رو دیگه تنم میخوام بریم این بری کنار بگیرم دیگه وسط نمیتونم بریم بار بگیرم میرم کنار. میبینین الان اومدیم یه ذره این وسط برای اینکه دیگه حجم که از وسط برداشتیم زیاد شده. خب این اتاق الان چند متره؟ هم از 3.5 4 متر میشه. 3.5 4 متر میشه کلش توی ارتفاع اگه 40 متر. ساعت کاریتون چه جوریه آقا؟ ساعت کاریمون 8 ساعت کاری. 8 ساعت کاری. یه کشتی توی تایمی که براش تعیین شده کار تخلیه بارگیریشو انجام نده و بیشتر از حد مجاز یک اسکله رو مشغول بکنه بعد بابتش هزینه پرداخت کنه. درسته؟ بله. این آقای فیلم بردار هم ببینید که داره با چه سختی اینجا کار میکنه. الان این کشتی تقریبا 2000 خورده تون. آره 2700-800 تون بار داره. درست. چقدر طول میکشه اینو شما تخلیه کنید؟ اینا همه بستگی به ماشینی که میاد برای زیر بار پشت خط تخلیه میکنه. اگه روال باشه پایین اگه روال باشه دو شیفت دو شیفت کاری تمام میشه. یعنی 16 ساعت تمام میشه. خیلی ممنونم ازت. بزرگوار دست شما درد نکنه. آقا موفق باشی. موفق باشی ان شاء الله. در خدای خدا. سید احمدی خب خیلی شغل جالبی داشت. الان رفت دوباره ببین سید اون توه داره کارش انجام میده. الان دوباره همون عملیاتی که ما از اونجا دیدیم داره انجام میشه. ببینید هر باری که این گراف حجمی از بار رو برمیداره 16 تن بار رو منتقل میکنه. تقریبا اینجا شما این نمایی از بندر هم میبینید. اینور کانتینرهایی که اینجا انبار شده اونور خود انبارهای اونور انبارهای سرپوشیده است. اون بر سیلوها رو میبینی اون طرفتر اونجا برج مخابراتی بندره.
بابا به خدا من اونو بزنم اون وسطی ها نه اونو بزنم بابا تو پروسه تخلیه خب خیلی از عزیزا کنار هم دیگه کار میکنن، از عزیزایی که اینجا مسئول نظافت این بار هستن که باری اگه ریخته میشه جمع‌آوری بکنن که هدر نره بار مردمه. هر روز مثلا کارتون اینه دیگه، کشتی‌های مختلف، بارهای مختلف. روز چند ساعت کار میکنید؟ 8. این همون قیفیه که اون گرافه که باز میشه میریزه توی این قیفه، این از این دوتا حفره اینا باز میشه وارد کامیون میشه، مخزنای کامیون یا بار کامیون میشه. میدیم با چوب یه ضربه میزنی این واسه راننده صدا رو بگیره حرکت کنه. آه چجوریه بهم بگی مثلا من راننده مثلا یه ضربه میزنی یه حرکت آها یه اصلا یه متر حرکت میکنه برای اینکه یه جای بار جمع نشه. آفرین بله بله. بعد موقعی که پر شد ماشین دو ضربه میزنیم یعنی برو. از دو تا ضربه میزنه یعنی برو، تک ضربه یعنی یه سر حرکت. یکی دیگه از سیستمایی که باهاش تخلیه میکنن بار رو کشتی سیستم مکنده هاست. این مکنده ها بار روی کشتی خالی میکنن و توی این کامیون ها پر میکنن برای اینکه ببرن داخل سلو تخلیه بکنن. من میخوام همراه یکی از این کامیون ها برم تا بار برسونم دم سلو. آقا سلام علیکم. حالا چطوره؟ مرسی من بود. بفرمایید. چطوری آقا؟ بفرمایید. خوبه؟ متشکرم از لطف. اسکلسه این؟ اسکلسه. خب داریم بار میزنیم که جور میبنید توی کجا صابون شمال همین سیلوها؟ سیلو بله. خب صابون شمال خالی میکنیم. خالی میکنیم. ایشون یکی از کسایی که کمک میکنن به این که بعد از اینکه بار از روی کشتی تخلیه شد بار رو ببرن برای سیلوها و اونجا توی سیلوها تخلیه بکنن و انبار بکنن تا صاحبین کالا بتونن بارشون رو ترتیب بکنن ببرن به مقصدشون. درسته؟ خب بریم اونجا ببینیم چه جوری تخلیه میکنیم. کی میریم؟ همون شد؟ تا اینجای برنامه دیدین که یک کالا چطور از کشتی تخلیه میشه و چه ماجراهایی رو در یک بندر طی میکنه تا به مرحله بارگیری در سیلوها یا در انبارها برسه. در برنامه بعدی میبینید که یک محصول مثل غلات چطور در کندوهای یک سیلو طبقه بندی میشه و نگهداری میشه. به واسطه این نوار نقاله ها این محصولات وارد سیلو میشه. اینجا ما میتونیم مراحل تخلیه از سیلو رو ببینیم. درسته؟ بله. تا به انتظار بشینه برای اینکه مراحل قانونیش طی بشه که از بندر خارج بشه. بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاز، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یاده تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یاده تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.